اشاره بکنم. همینطور که قبلا هم اشاره شد، این ویدیوها برای فراگیری تار و سه‌تار کافی نیستن. شما حتما باید استادی داشته باشید که از نزدیک دست شما رو ببینه و مطالب رو به شما آموزش بده، ولی این ویدیوها میتونه کمک کنه به عنوان تجربیات یک معلم تار که سالها تدریس کرده و کمک کنه که شما بهتر و سریعتر یاد بگیرید. برخی از دوستان مطرح میکنن که مطالب ما ممکنه براشون سنگین باشه. خب ویدیوهای گوناگونی که ضبط میکنیم حتما برخیش به درد اونها میخوره و در واقع من اینجا نمیتونم رعایت سطح بکنم، به خاطر اینکه حتما بیننده این ویدیوها در سطوح مختلف نوازندگی میکنن، ولی فکر میکنم که هر کدوم از شما به نوبه خودتون بتونید مطالبی رو دریافت بکنید از ویدیوهای گوناگونی که اینجا ضبط شده و به نمایش گذاشته شده. عنوان برنامه امروز ما هست زخمه ها ضامن گویش نغمه ها. موسیقی هم مانند زبان محاوره دارای کلمات و جملات هست و این کلمات و جملات اگر تأکیدهای درستی نداشته باشن میتونن در واقع باعث کج‌فهمی بشن و درست به گوش شنونده شما نرسند. این حروف در زبان ساز ما با مضراب‌های راست و چپ و از ترکیب مضراب‌های راست و چپ در واقع به وجود میاد. ما بافت‌های دوتایی، ستایی و چهارتایی داریم. برای هر کدوم اونا میتونیم با ترکیبات مضراب راست و چپ در واقع به گویش متفاوتی دست پیدا بکنیم. مثلا دو تا مضراب راست برای دو نوت پیاپی یا مضراب راست و چپ برای دو نوت پیاپی. تفاوت این دو در این است که در نمونه اول هر دو نوت تأکید دارن، به اصطلاح موسیقی میگن استاگاتو اجرا میشن، و در نمونه دوم اولی تأکید داره و دومی زیر پوشش اولی قرار میگیره و به اصطلاح موسیقیدان‌ها به اصطلاح موسیقایی در واقع لگاتو تلقی میشه و متصل هستن به این شکل. پس مقطع و متصل. حالا ترکیب دوتایی وقتی میشه ستایی تنوع ما هم بیشتر میشه. یعنی مثلا ما میتونیم سه تا نوت پیاپی رو با مضراب راست چپ یا راست چپ اجرا بکنیم. همینطور اگه بشه چهار تا باز تنوع ما بیشتر میشه. مثلا ما میتونیم همه چهار تا رو با مضراب راست اجرا کنیم یا راست چپ اجرا بکنیم یا راست چپ راست و یا سه تا راست یک چپ. همه اینها در ترکیب با هم دیگه در واقع کلمات موسیقایی ما رو تشکیل میده. حالا من برای اینکه بهتر متوجه بشید اینا رو مثال میزنم با یک کلمه تو زبان محاوره. مثلا کلمه گفتم روی گفت تاکید هست، روی تم تاکید نیست. یعنی اگه ما اینو معکوس بگیم گفتم و اینو تکرار بکنیم، کلمه گفتم ما به تم گفت تبدیل میشه به این شکل: گفتم. در حالی که از گفتم. حالا اگه مضراب ها رو شما جا به جا بزنید همین اتفاق برای کلمات موسیقایی میفته. یعنی مثلا وقتی یک جمله رو مثال میزنم در ردیف میرزا عبدالله در گوشه آواز میگه
یعنی اینا ترکیبات ستایی و چهارتایی دارن اینجا. راست راست چپ، راست راست چپ، بعد راست چپ راست چپ. ببینید؟ یعنی کلمات ما بخش‌های ستایی، مجموعه ستایی و چهارتایی داره و با مضراب‌ها اینجا نشون داده میشه. اگر شما این مضراب‌ها رو جابجا بزنید، کلمات ما در موسیقی هم همون اتفاقی براش میفته که برای کلمه گفتم افتاد موقعی که من جای تأکید رو از گفت برداشتم، از گفت گذاشتم روی تم. حالا برای که بیشتر براتون روشن بشه، همین کلمه گفتم رو آنالیز میکنیم با مضراب، یعنی با مضراب کلمه گفتم رو اجرا میکنیم. گفت تأکید داره، تم نداره. گفتم، گفتم. حالا اگه معکوس اجرا بکنیم مضراب رو، دقیقا مثل اینه که تأکید رو گذاشتیم روی تم میشه. یعنی به جای د لی ل دی اجرا میکنیم. حالا این در واقع اگه بخوایم بس و گسترش بدیم در تمام وزنهای ترکیبی مثل 5 ضربی، 8 ضربی، 7 ضربی به کار میاد. یعنی شما مضرابی که انتخاب میکنید بر این اساسه که گویش اون وزن شما چگونه است. مثلا داریم 1 2 1 2 3، احتیاج هست به راست چپ راست راست چپ، یا راست چپ راست چپ راست، یعنی یک دوتایی یه ستایی به این شکل. یعنی دقیقا گویشش اینجا میشه 1 2 1 2 3. حالا اگر 1 2 3 1 2 باشه، اینا رو باید جا به جا کنیم، میشه مثلا وقتی میگیم مفاعیلون دا دا دام دام، 1 2 3 1 2 1 2، دو تا راست یک چپ، راست چپ راست چپ، که صدای مفاعیلون میده. حالا اینو اگه بخوایم برعکس بکنیم میشه مستفعلون دالا 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 دالا، یعنی 1 2 1 2 1 2 3. اون وقت مضرابامون رو عوض میکنیم. به این گونه در واقع گویش کلمات موسیقاییمون رو با مضرابها نظم میدیم و منظور موسیقاییمون رو درست میرسونیم. پیروز باشید.